قبلا گفته سخنرانیم هست، ما سخنرانی قبلیش داریم، اینی که تو تلفن دستیش ظریف آورد که من ندارم، که قبلش داریم. خامنه‌ای میگه ما قبلا گفتیم ما هرگز سلاح اتمی نمیخوایم، من از شرعی سلاح اتمی را تحریم کردم، گفتم حرام است، ما سلاح اتمی نمیخوایم، به خاطر همین موشکایی که شما میگین کلاهی که اتمی داشته باشه ما نخواهیم. ما توانایی های علمیمون و فناوریمون در زمینه مسائل هسته‌ای بالاست، دنبال سلاح هسته‌ای هم مطلقا نیستیم، نه برای خاطر آمریکا، نه برای خاطر تحریم، برای خاطر مبنا. مبنای فکری ما سلاح های کشتار جمعی از قبیل اتمی و شیمیایی اینها رو مجاز نمی کنه، اینا حرام شرعن، حرام. بعضی هم به ما گفتن شما بگید که خب تولید بکنن مصرف نکنن، این نه، این هم یک کار غلطیست. بنابراین ما از لحاظ مبنایی مخالفیم با این قضیه، مبنای فقهی ما و دینی و شرعی ما اینه، دنبال سلاح نیستیم. اما به غنی‌سازی هسته‌ای نیاز من با اسرائیل هم ما چون خیلی مهمه الان که تأمین امنیت اسرائیل، چون پدر سوخته جمهوری اسلامی نیابتی میتونه به جنگه، نیابتی میتونه به جنگه. 17 تا گروه داره توی لبنان که اینا با موشک پرت کنن برای اسرائیل، توی یمن هم داره که موشک پرت کنن برای عربستان سعودی، به خاطر همین جنگا رو نیابتی کرده. چون جنگ ها رو نیابتی کرده میگه نه ما که ما نمیخوایم که ما جنگ نکنیم، اینا خود این لبنانی پمنانی هم ما که نمیخوایم که ولی ما بعد ما حاضر میک پیشنهاد طرح صلحی بدیم تا وقتی به ما حمله نکنه، به خاطر اینکه اسرائیل میره مغازه اینا رو توی سوریه میزنه، توی عراق میره میزنه، چون میگه به ما تا حمله نکنه ما بهشون کاری نداریم که. نه ما تازه طرح صلح هم میدیم. علی خامنه‌ای تا حالا دو بار طرح صلح داده، این بارم به کنفرانس سران در فرانسه طرح صلح داد، گفت ما حاضریم یه طرح صلحی. این گفتم نظرخواهی بشود از همه مردم فلسطین، هم از مسلمان و مسیحی و یهودی فلسطینی و اون کسانی که در خارج فلسطین تبعید شده از فلسطین هستند، از اینا نظرخواهی بشه، اینا معین کنن که چه نظامی در فلسطین حاکم باشه و همه تسلیم اون نیرنگ باز و دقل کار هستن. بعد اپوزیسیون های قلابی، حالا بگذاریم که خیلی از اینا رو من میدونم که اصلا تو دست سپاه هستن، توی خارج از کشور که هستن تو دست سپاه هستن، سپاه ارگان های مختلف داره برای گردوندن، اصلا تو بخش داره سپاه که سیاوش عوستاری که میزنن، آقا اطلاعاتی از من دارن که من خودم یادم رفته، آقا خود من یادم رفته که من 20 سال پیش کجا بودم چی گفتم، اینا تو کامپیوتر دارن، همه اپوزیسیون هم اینجوری میشناسن، میتونم باش بازی کنم. تو دستشون بگیرم، باید ذکاوت داشته باشیم، زرنگی داشته باشیم، زرنگ باید باشیم، گول نخوریم، تو طلاهای جمهوری اسلامی نیافتیم، افتادیم ما بارها، تا همین دیروز هم افتادیم، الانش هم باز افتادیم، الان هم از رو نرفتن هنوز، به جای که من اطلاعات درست رو به ملت بدن تا ملت بتونه درست مبارزه کنه. یک در تریاکی کردن، یک درم با این خبرهای دروغ به عنوان آسپرین بهش میدن که تسکین پیدا کنه یا رو شب بخوابه. نباید تسکین پیدا کنید، باید بدونید که آزادی دست خود شماست. آقای ترامپ، مکرون، جانسون، پوتین، اینا که به فکر آزادی شما نیستن، اینا فکر اینا هر روز بیشتر از شما بخورن، آدم حسابی، مرد حسابی میخواستن بکنن که شاره نمینداختن با اون همه قدرت، شاهی که پول ایران رو داشت کم کم پخش میکرد تو مردم، تو خارج از کشور سرمایه میکرد، نفت رو برده بود بالا، بنده خدا یک دروغ محمد رضا شاه تو زندگیش نگفت، یک دروغ نگفت، اینا تمام زندگیشون دروغه. این مسائل امنیتی رو شما تا نفهمید نمیدید. آقا بچه اصلا نمیش کی از چی هست، یک خرچنگ گذاشته یک ستاره اسمشه تو، آقا نمیشه به شهبانو بگی که این کارو بکنه، آقا سیاوش به رضا پهلوی بگو آقا رضا پهلوی این کارو بکن، تو چوقاکات نمیتونی بشموری چند تا داری، بلد نیستی چهار خط فارسی بنویسی، میخوای به شهبانو و رضا پهلوی هم خط بدی که چه کار بکنن یا نکنن، کسی بر نخوره بهش،
از اینا زیادن. چون یک بار میگه فکر میکنه که همی که امروز با من اینو گفته من بیمگم به خدا روز 7-8 تا اینجور آدم ها پیدا میشن.